ایرانی ها عاشق نون و پنیر و سبزی هستن، یعنی یک مجموعه ای از نان، سبزی خوردن و پنیر که همون پنیر فتای ایرانیه. خب باید بگم این واقعا غذای فوق‌العاده‌ایه، چون خیلی زود هضم میشه و البته اینو میخورن تا اشتهاشون باز بشه. تو سبزی مخلوطمون ما پیازچه، نعنای تازه، ریحان، تربچه و ترخون داریم. معمولا یه تیکه نونو بر میدارن، روش پنیر میذارن و سبزی رو بهش اضافه میکنن و کمی هم گردو، بعد میخورن و واقعا خوشمزه است. ولی دستور تهیه نون و پنیر و سبزی امروز من یه جورایی متفاوته. ابتدا کاری که میکنم اینی که مقداری پنیر بر میدارم. در این قسمت از دستکش استفاده می کنم، چون اینطوری خیلی آسون تر میشه اینا رو به صورت توپ در آورد. به خاطر همین اسم اینا رو ترافل پنیر میذارم. مقداری از پنیر فتا رو برمیدارم. البته تردش بهتره، خامه‌ایشو نگیرید چون مزهش مثل این نیست. برای اینکه آسون تر به شکل توپ در بیاد، من کمی خامه ترش بهش اضافه می کنم، ولی شما میتونید ماست اضافه کنید، خیلی کم. خوب مخلوطش میکنم و بعد به اندازه یه گردو برمیدارم و به این شکل گردش میکنم. خیلی خوب، ببینید؟ و بعد گردو رو خورد میکنم، همینطور گل سرخ و سبزی خوردن و همینطور که توی این ظرفا میبینید. خب حالا کاری که باید بکنم اینه که یک ترافل پنیر رو توی سبزی تازه خورد شده میغلطونم به این شکل و یکی رم توی گل سرخ آسیاب شده. خب باید بگم ایرانی ها دوست دارن گردوی تازه از درخت چیده شده رو بخورن. پس اگه گردوی تازه در دسترستون نیست، گردوی معمولی رو توی آب سرد قرار بدین و بذارین یک شب توی یخچال بمونه. بعد میبینید که چه گردوی تازه و تردی خواهید داشت که به راحتی میتونید از پوست درش بیارید. و این یکی رو هم به این شکل توی گردو میغلطونمش، خیلی قشنگه. این یک پیش غذای عالیه، هم خوشمزه است و هم طرز تهیهش واقعا آسونه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید.